سوال 181. مخلوطی از CO2 و CH3OH به جرم 81 گرم در یک ظرف دربسته قرار دارد. اگر تعداد اتم هیدروژن در این ظرف برابر 36·12·10²³ اتم باشد، جرم CO2 موجود در ظرف کدام است؟ خب ببینید بچه‌ها، مخلوط CO2 و CH3OH که متانول باشه، جرمشون از 81 گرم. از طرفی میگه تعداد اتم‌های هیدروژن داده شده. خب CO2 که هیدروژن نداره، پس من از طریق تعداد اتم‌های هیدروژن میتونم گرم CH3OH رو به دست بیارم. حالا به چه شکلی؟ مینویسم تعداد هیدروژن رو که داده 36·12·10²³. خب این تعداد اتم‌های هیدروژنه. من تقسیم بر عدد آووگادرو 6·10²³ میکنم. با این کار میشه مول هیدروژن رو به دست آورد. پس تعداد اتم هیدروژن رو من تبدیل کردم به مول هیدروژن. تو کسر بعدی، خب از روی مول هیدروژن همیشه تو این کسر هم که شما بلدید واحد صورت رو میذارم مخرج، مول هیدروژن رو پایین میمیسم، میخوام تبدیلش کنم به مول خود این متانول، به مول اینو میگیرم آ، برای که ننویسمش، مول ماده آ که همون CH3OH باشه. خب یک مول ماده آ چند مول هیدروژن داره؟ درسته 4 تا هیدروژن داره، پس یک مول آ 4 مول هیدروژن خواهد داشت. با این کار مول مولکول آ یا همون متانول رو به دست آوردم. حالا ضرب در جرم مولیش میکنم، پس مول آ رو تبدیل میکنم به گرم آ. یه مول آ با این عددا شما جرمش رو به دست بیاری هست 32. خب این محاسبات انجام میدم که جرم CH3OH رو به دست بیارم. این عدد به دست میاد 48 گرم. خب گرم CH3OH رو به دست آوردم. سوال میگه جرم CO2 چنده؟ خب جمعش بوده 81، کلش 81 بوده، منهای گرم CH3OH میکنم که 48. این عدد به دست میاد 33. جواب گزینه 2 خواهد.